أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. در ابتدا خودم و شما نمازگزاران محترم را به تقوای الهی و ترس از خدا، انجام واجبات و ترک محرمات توصیه و سفارش می کنم. امیدوارم خدای متعال توفیق کسب تقوا را نصیب همه ما و شما بفرماید. در هفته گذشته به مناسبت میلاد امام هشتم، امام رضا علیه السلام، بحث را در نماز جمعه یلمرب شروع کردیم که یکی از اهداف مهمی که در سفر امام رضا علیه السلام به خراسان و مرو محقق شد، معرفی امامت بود، عملا و قولا، هم در عمل امام رضا علیه السلام در مناظره با علمای ادیان مختلف و مناظرات متعددی که با علمای جهان اسلام اون عصر و زمان داشت، مقام و موقعیت و جایگاه امامت و امام را عملا برای اونها معرفی کرد و هم قولا به مناسبت‌های مختلف درباره معرفی امام و امامت سخن گفت که کلمات و سخنان امام هشتم، امام رضا علیه السلام،
در کتاب‌های معتبر حدیثی ما از قبیل کافی و عیون اخبار رضا و امثال اینها ثبت شده است. در این هفته تصمیم گرفتم که درباره جایگاه امامت، اهمیت امامت از نظر قرآن و سنت مطالب را خدمت شما عرض بکنم. جایگاه امامت جایگاه بس عظیم است، مقام بسیار بلند و بالاست، یک منصب الهی است که از طرف خدای متعال برای افرادی که لائق و شایسته این منصب است برای اونها دادن میشه. همین آیه‌ای که در آغاز تلاوت کردم در سوره بقره، خدای متعال میفرماید وقتی که حضرت ابراهیم را، ابراهیم خلیل الرحمن را پروردگارش ابتلا و اختبار و امتحان و آزمایش کرد، به آزمایش های سخت و سنگین امتحان و آزمایش کرد، از قبیل مبارزه با طاغوت زمانش، مبارزه با بت پرستان، مبارزه با ستاره پرستان، و اینکه در آتش نمرود قرار میگیره، در وسط آتش، و آتش برای او سرد و سالم میشه، امتحان بسیار بزرگی است. و یکی از امتحانات حضرت ابراهیم این بوده است که مأمور میشود زن و فرزند خودش را، خانواده خودش را، هاجر و حضرت اسماعیل را بیاورد در یک سرزمین بدون آب و علف، در مکه معظمه فعلی که در اونجا خالی از سکنه بود، به واد غیر ذی زرع به تعبیر قرآن عظیم الشان اونجا ساکن کنه و بگذاره. آزمایش بسیار سخت. و یکی از آزمایش ها و امتحانات حضرت ابراهیم این بود که او مأمور می شود که فرزندش حضرت اسماعیل را ذبح کند و او هم تسلیم فرمان پروردگارش این مأموریت را می خواهد انجام بدهد. و همه شنیده اید که مأموریت تا این حد است که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن آماده می شود و کارت را به گلوی حضرت اسماعیل هم میگذارد و هرچه فشار میدهد دیگه بعد از این خدای متعال نخواسته است که حضرت اسماعیل ذبح بشه، مأموریت تمام میشه. وقتی تسلیم بودن حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در برابر الله متعال، امر و فرمان خدای متعال، امتحان و آزمایش میشه و با موفقیت حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از این امتحانات سربلند خارج میشه، در عین حالی که قبل از آن مقامات بزرگی از طرف خدای متعال داره. عبد از عباد پروردگار است، عبودیت او هم در حد است که نبی از انبیای الهی است، پیغمبر از پیغمبران است، رسول از رسولان است، به مقام خلت پروردگار هم نائل میشه. بعد از این که همه این مناسب الهی و مقامات معنوی را از طرف خدای متعال داره، خدای متعال بعد از این آزمایش ها و امتحانات می فرماید ان جاعلک للناس امام، من تو را دیگه برای مردم امام قرار دادم. یعنی امامت، منصب امامت از ناحیه خدای متعال است. و بعد برای هر کسی هم بی خود این منصب داده نمی شود، بر اساس لیاقت و شایستگی داده میشه.
بعد از امتحانات و آزمایشات زیادی که شخص از اون امتحانات موفقانه خارج بشود، این مقام و این منصب برای او داده میشه. این جاعلک للناس اماما. اونقدر حضرت ابراهیم و خلیل الرحمن از این موقعیتی که در نزد الله متعال پیدا کرده و این منصب الهی که به دستش آمده است خوشحال میشه که برای ذریه خود و نسل خود هم از خدای متعال مطالبه میکنه. قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خدای متعال در جواب میفرماید عهد من به ستمکاران نمیرسد. خدای متعال نمیفرماید که من برای ذریه تو این مقام را نمیدهم. برای ذریه تو و نسل تو این مقام داده میشه با این شرط که اونها ظالم نباشند، چون مقام امامت مقام بسیار رفیعی است، مقام بالایی است، عهد الهی است، پیمان خداست و این برای ستمکاران داده نمیشه. برای ستمکاران از ذره تو داده نمیشه. برای خوبان از ذره تو، برای عادلان از ذره تو این مقام و این منصب داده میشه. لا ینال عهد الظالمین. روایات ما از ائمه اهل البیت علیهم الصلاة والسلام در تفسیر این آیه شریفه داریم که دو تا روایت را من خدمت شما میخوانم. یکی از امام باقر علیه الصلاة والسلام هست که امام فرمود ان الله اتخذ ابراهیم عبدا. خدای متعال حضرت ابراهیم را عبد و بنده خود قرار داد و برگزید با عنوان عبدش. قبل ایت تخذه نبی، پیش از این که او را به عنوان پیغمبر انتخاب کنه به عنوان عبد خود انتخاب کرد. اشهد ان محمدا عبده و رسوله. عبودیت پیش از رسالت است. از طریق عبودیت الله متعال و عبادت و عبد بودن و تسلیم بودن در مقابل فرمان خدای متعال انسان به مقامات بعدی نائل میشه، کمالات بالاتر نصیب انسان میشه. پیش از این که حضرت ابراهیم را پیغمبر انتخاب کنه عبد خودش انتخاب کرد. و اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا. او را پیغمبر انتخاب کرد پیش از این که رسول انتخاب کند. مقام رسالت بالاتر و فراتر از مقام نبوت است. و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا. حضرت ابراهیم را به عنوان رسول خود انتخاب کرد قبل از این که به عنوان خلیل خود او را انتخاب کند. و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما. حضرت ابراهیم را به عنوان خلیل خود انتخاب کرد قبل از این که او را به عنوان امام انتخاب کنه. معلوم میشه که مرتبه امامت، مقام امامت بالاتر از همه این مقامات است که عرض شد. فلما جمع له هذه الاشیاء و قبض یده. یعنی بعد از این که عبد خدا شد، بعد از این که نبی از انبیاء الهی شد، بعد از این که رسول الهی شد و بعد از این که خلیل الرحمن شد، بعد از این که همه این خصلت ها و این مقامات و این کمالات
در او جمع شد، قال له یا ابراهیم، خدای متعال حضرت ابراهیم را ندا کرد، صدا زد، فرمود ای ابراهیم ان جاعلک للناس اماما، حالا من تو را برای مردم امام قرار دادم، این مقام امامت. فمن عظمها فی عین ابراهیم، و از اونجایی که این مقام خیلی مقام عظیم و بزرگ و مهم بود به نظر حضرت ابراهیم، قال یا ربی و من ذریتی، عرض کرد ای پروردگار من ذریه من چی؟ به ذریه من هم این مقام داده میشه یا نه؟ قال لا ینال عهد الظالم، خدای متعال در جواب فرمود عهد من به ستمکاران نمیرسد. امامت عهد الهی است، یه عهد به ستمکاران نمیرسد. اینم در تفسیر و تبیین این آیه شریفه از امام باقر علیه السلام. یک روایت از امام صادق علیه السلام هم داریم و از امام رضا علیه السلام هم داریم که فرصت این که همه را بیان بکنیم این فرصت نیست. بیان امام هشتم و امام رضا را که کاملترین و جامعترین بیان در معرفی امامت، موقعیت امامت، جایگاه امامت از نظر دین است خدمت شما میخوانم، که مرحوم کلینی، محدث کلینی در کتاب کافی هم این بیانات امام را، کلمات امام هشتم علیه السلام را آورده که یک وقت در مسجد جامع معرو بحث از امامت میشه در میان علما و دانشمندانی که در اونجا حاضر بوده و هر کس سخنی درباره امامت میگه، بعد یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام به نام عبدالعزیز ابن مسلم خدمت امام مشرف میشه و از امام پرسان میکنه و سوال میکنه و هم بحثی که در مسجد میشه خدمت امام عرض میکنه و هم درباره امامت سوال میکنه. امام رضا علیه السلام سخنی طولانی دارد، بیان مفصل دارد درباره معرفی امامت که من بخشهای از این بیان مفصل امام رضا علیه السلام را خدمت شما میخوانم. امام فرمود هل یعرفون قدر الامامه، آیا قدر امامت را، ارزش امامت را میشناسن؟ جایگاه امامت را میشناسن که در میان امت امامت در چه جایگاهی قرار داره؟ فیجوز فی اختیارهم، اینها میشناسن؟ نه، جایگاه امامت و ارزش امامت را نمیشناسن و نمیدانن و نمیفهمن تا اینکه اونها امام را و ائمه را که این جایگاه را احراز کرده است انتخاب کنن و اختیار کنن. بعد بیان مفصل درباره امامت داره، میفرماید ان الامامت اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلا مکانا، امامت از نظر ارزش جلیلترین، از نظر شأن و موقعیت عظیمترین، از نظر مکانت و منزلت عالاترین و بالاترین و منیعترین از حیث مکان و عمیقترین از حیث ریشه و اصالت. جایگاه بسیار بلند و عمیق داره امامت. من ان یبلغها الناس بعقوله، خیلی از عقلهای مردم دوره، در عقلهای عادی معمولی توان درک مقام و موقعیت امامت را نداره. او ینالوها بآرائهم، یا با آرا و نظریات و فکرهای خودشان به شناخت موقعیت امامت برسن. او یقیم اماما باختیارهم، یا اینکه با انتخاب خود و اختیار خود امام را برپا بدارن و به او اقتدا کنن و انتخاب کنن. ان الامامه خص الله عز وجل بها ابراهیم الخلیل، بعد فرمود امامت چیزی است که
خدای متعال اختصاص به ابراهیم خلیل داد. بعد النبوت والخله، بعد از اینکه حضرت ابراهیم را به عنوان پیغمبر و به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد، مرتبه ثالثه، در مرتبه سوم او را به عنوان امام و پیشوا قرار داد، و فضیلتا شرفه بها، فضیلتی که با اون فضیلت ابراهیم خلیل الرحمن را شرافت داد، و اشاد بها ذکره، نام و یاد ابراهیم خلیل الرحمن را بلند کرد، فقال عز و جل، و خدای عز و جل فرمود ان جاعلک للناس اماما، من تو را به عنوان امام قرار دادم. فقال الخلیل سرورا بها، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از روی سرور و خوشحالی عرض کرد و من ذریتی، ذریه من چی؟ درباره ذریه من، آیا این منصب، این موقعیت، این مقام برای ذریه من هم داده می شود یا خیر؟ خدای متعال فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ستمکاران نمی رسد. بعد بیان مفصلی داره که من اون جملات حساس، جملاتی که خیلی زیبایی در میان این کلمات امام رضا علیه السلام دارد، چند جمله را خدمت شما می خوانم. ان الامامة منزلة الانبیاء، امام رضا علیه السلام فرمود که البته که امامت منزلت و جایگاه پیغمبران است، و ارث الاوصیا، ارث اوصیای انبیا هست که این جایگاه را، این موقعیت را معمولا اوصیای پیغمبران از پیغمبران به ارث میبرند. ان الامامت خلافت الله، امامت خلافت الهی است، و خلافت الرسول، خلافت رسول خداست، و مقام ابراهیم، امامت جایگاه حضرت ابراهیم، و میراث الحسن والحسین علیهما السلام، امامت میراث حسنین است. ان الامامت زمام الدین، بعد فرمود امامت زمام دین است، جلودار دین است، و نظام المسلمین، رشته و نظام و نظم مسلمان ها وابسته به امامت است، و صلاح الدنیا، آبادی دنیا هم به واسطه امامت است، و عز المؤمنین، با امامت که مؤمنان به عزت میرسند. ان الامامت اس الاسلام نامی، امامت اساس اسلام رشد کننده است، و فرعه السامی، شاخه های بلند درخت اسلام است، بالامام تمام الصلاه، با واسطه امامت که نماز تمام میشه، زکات تمام میشه، صیام تمام میشه، مقبولیت و قبولی این اعمال که اعمال اساسی و از ضروریات دین مقدس اسلام است، وابسته به امامت است، و الحج و الجهاد و توفیر الفیع و الصدقات، زیاد شدن بیت المال و
صدقات به واسطه امام است و امضای الحدود و الاحکام و منع الصغور و الاطراف، حفظ مرزها به واسطه امام است. الامام یحل حلال الله، امام است که حلال واقعی را حلال و حرام واقعی خدای متعال را حرام می داند. و یقیم حدود الله، حدود الهی را برپا می دارد. و یذب عن دین الله، از دین خدا دفاع می کند. و یدعو الی سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسنه، و به راه پروردگارش، امام است که به راه پروردگارش مردم را دعوت می کند، با حکمت، با برهان، با موعظه حسنه، با حجت بالغه، با مجادله احسن و مناظره احسن مردم را در راه خدا و به سوی راه خدا دعوت می کند. الامام کشمس طالعه، امام همانند خورشید طلوع کننده است. و المجللت به نور حال العالم، که با نور خود عالم را روشن می کند. و هی فی الافق، خورشید که در افق است، بلند است، بالاست، دست یافتنی نیست. به حیث لا تنالها الایدی و الابصار. و الامام البدر المنیر، امام اون ماه درخشنده است. و السراج الظاهر و النور الساطع الى آخر. بیان بسیار زیباست. کسایی که توان مطالعه را دارن اگر مراجعه کنن که این بیان امام علیه السلام امام رضا ترجمه هم شده است، مفصله، در کتاب کافی هم موجود، در کتاب عیون اخبار رضا هم موجود، مراجعه کنید. خیلی بیان زیبا در معرفی امامت و امام این بیان ایراد شده است. امیدوارم خدای متعال توفیق معرفت امام را و تبعیت از امام زمان را و همه ائمه معصومین علیهم السلام را نصیب همه ما و شما بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. وصفيك وحبيبك. و خیرتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک، افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیب و اطهر و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت على احد من عبادک و انبیائک و رسولك و صفوتك و اهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي امير المؤمنين و وصي رسول رب العالمين عبدك و وليك و اخ رسولك و حجتك على خلقك و آيتك الكبرى و النبأ العظيم. و صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي
و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم الهادی المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلاتاً کثیرتاً دائمه اللهم وصل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وايده بروح القدس يا رب العالمين اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله باز هم خودم و شما نمازگزاران محترم را به تقوای الهی توصیه و سفارش می کنم تقوایی که مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود اعلم عباد الله ان التقوى دار حسن عزیز ای بندگان خدا بدانید تقوا خانه دارای قلعه نشکن است قلعه محکم است، دیوار محکم است. یعنی با تقوا شما دیوار محکمی برای اعتقادات خود، برای حرکات و سکنات و رفتار و گفتار و کردار خود ایجاد میکنید که از نفوذ شیاطین جلوگیری میکند، از وسوسه های شکاکان و منحرفین جلوگیری می کند و الفجور دار و حسن ذلیل اما بدانید که فجور که در مقابل تقواست بی تقوایی است خانه است که دیوار او خیلی پست خیلی ضعیف و ناتوان لا یمنع اهله نه جلو اهلش را می گیرد ولا يحرز من لجا الی و نه حفظ میکند کسی را که به او دیوار تکیه کند دیوار فجور قابل اتکا نیست الا و بالتقوا تقطع همت الخطايا متوجه باشید ای مردم به وسیله تقوا هست که سم خطاها قطع میشه بی اثر میشه و بالیقین تدرک الغایت القصوى با یقین است که به غایت عالی به او هدف عالی خود انسان میرسه پایه تقوا یقین معرفت و یقین است اساس تقوا معرفت و یقین است عباد الله ای بندگان خدا الله الله خدا را در نظر داشته باشید از خدا بترسید متوجه خدا باشید به یاد خدا باشید درباره عزیزترین جانها بر خودتان عزیزترین جانها جان خود انسان است و احب علیکم محبوبترین جانها نسبت به خودتان جان خود شماست متوجه نفس خود باشید نفس خود را از آلودگی ها پاک کنید نفس خود را از هوس ها و شهوت ها باز دارید و جلوگیری کنید فان الله قد اوضح لكم سبيل الحق خدای متعال راه حق را به طور واضح برای شما بیان کرد و انار طرقه راه های حق را روشن کرد فشقوه لازمه شما مختار هستید به عنوان یک انسان عاقل راه خوب هم برای شما معلوم راه بد هم برای شما معلوم راه سعادت هم برای شما معلوم راه شقاوت هم برای شما معلوم انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا شما خودتان باید انتخاب کنید آیا راه شقاوت و بدبختی را انتخاب میکنید که همون راه فجور و
راه گناه و معصیت و انحراف است، راه ظلم و طغیان و سرکشی است، یا راه سعادت را انتخاب میکنید که راه سلم و صفا و محبت و تعاون و همکاری است. فشقوتون لازمه، یا راه شقاوت را انتخاب میکنید و بدبختی همراه شماست، او سعادتون دائمه، یا راه سعادت و خوشبختی را که این خوشبختی همیشه همراه شماست. فتزود و فی ایام الفناء لایام البقا، در همین دنیا که دنیای فانی است، از بین رفتنی است، عمرها پایان یافتنی است، توشه بردارید برای ایام بقا، برای آخرت، برای عالم پس از مرگ. قد دللتم علی الذات، شما بر زاد و توشه آخرت و ایام بقا هم راهنمایی شده اید. قرآن عظیم الشان معرفی کرده زاد و توشه برای آخرت انسان تقواست، تحصیل تقواست، که تقوا با علم و معرفت اولا و عمل به اون علم، انجام واجبات و ترک محرمات، تقوا برای انسان حاصل میشه. یک نیروی باطنی که انسان را به سوی خوبه ها سوق میته و از بدی ها جلوگیری میکنه، این برای انسان حاصل میشه و این زاد و توشه آخرت انسان است. امیدوارم خدای متعال تحصیل این تقوا را که مایه سعادت و خوشبختی انسان است نصیب همه ما و شما بفرماید. یک حدیثی هم درباره ما که شیعه هستیم، معتقد به امامت ائمه اهل البیت علیهم السلام هستیم و خودمان را شیعه و پیرو آنان میخوانیم. از نظر ائمه اهل البیت علیهم السلام شیعه و پیرو چه صفات و خصوصیات باید داشته باشه و چه خصوصیات داره؟ حدیثی را در این زمینه خدمت شما از کتاب صفات الشیعه شیخ صدوق بخوانم. شیخ صدوق علیه الرحمه از امام صادق علیه السلام ابی بصیر نقل کرده، روایت کرده که این روایت را شیخ صدوق در صفات الشیعه آورده. امام صادق فرمود شیعتنا اهل الورع والاجتهاد، شیعه ما اهل ورع است، خدا ترس است، از محرمات پرهیز میکنه، از معصیت دوری میکنه. والاجتهاد، شیعیان ما اهل اجتهادن، اهل تلاشن، تلاش و کوشش میکنه، هم برای انجام طاعات الهی هم برای اجتناب از معاصی تلاش میکنن. این طوری نیست که اتفاقا حالا طاعت برابر شد انجام بدهد، عمل صالح، عمل خیری برابر شد انجام بدهد، نه، برای انجام طاعات تلاش میکنن، برای دوری از معصیت تلاش میکنه، اجتهاد میکنه. و اهل الوفا، خصوصیت دیگر شیعه ما اینه که اهل وفاست، وعده ای که میدهد وفا میکنه، خلف وعده نمیکنه، عهد و پیمانی که میبندد به اون عهد و پیمان خود وفادار است، عهد و پیمان خود را نمیشکند. و اهل الامانه، شیعه ما اهل امانت، امانتی که به او سپرده می شود به امانت خیانت نمی کند، امانت دار است. و اهل الزهد، شیعه ما بیمیل و بیرغبت نسبت به دنیاست، علاقه به دنیا نداره، محبت دنیا را نداره، که حب دنیا رأس و کل خطیئه، به مال دنیا وابسته نیست، اگر از دستش برود ناراحت نمی شود، وقتی به دستش آمد خدای متعال را شاکره، شکر می کنه و واجبات مالی خود را پرداخت می کنه، به فقرا و مساکن و نیازمندان دسترسی می کنه، کمک می کنه.
علاقه شدید نسبت به دنیا و مال دنیا، موقعیت دنیا، شهرت دنیا نداره. و اهل العباده، شیعیان ما اهل عبادت هم، پابند عبادت هم، مظهر عبادت نماز، نماز در اول وقت. در یک روایت دیگر داریم که معصوم علیه السلام می فرماید شما شیعیان ما را، پیروان ما را در اوقات نماز امتحان کنید، اگر مواظب اوقات نماز خودشان بودن معلوم میشه که اینها شیعه ما هست. یه از خصوصیات و صفات شیعه واقعی است. اصحاب احدا و خمسین رکعه فی الیوم و اللیله، هم نمازهای واجب خود را میخوانند در شبان روز، هم متوجه هستند که نمازهای نافله را هم بخوانند. اصحاب 51 رکعت در شبان روز است که فرائض و نوافل یومیه را با هم شما جمع کنید، جمعا 51 رکعت میشه. القائمون باللیل، الصائمون بالنهار، شب زنده نگه دارن، از خلوتهای شب برای عبادت خدای متعال استفاده میکنن، روزها روزه میدارن. شاید از روایات دیگه استفاده میشه به این معنی نیست که همیشه روزها را روزه میدارن، نه، اون هدف روزداری همیشه در اونها هست، ولی ممکنه خیلی اوقات روزه هم باشن، ولی هدف روزداری، هدف روزداری این که متوجه گرسنگان اطرافشان باشن، تشنگان اطرافشان باشن، نیازمندان اطرافشان و همسایه هایشان باشن، یه هدف روزداری است. وقتی متوجه باشه به یاد خدا باشه، یه هدف و اثر روزداری که اگر همیشه باشه، این مثل این است که روزدار است. از صائمون بالنهار یزکون اموالهم، زکات اموال خودشان را پرداخت میکنن. و یحجون البیت، حج خانه خدا را انجام میدهن. و یجتنبون کل محرم، از همه محرمات الهی و معصیت ها اجتناب میکنن، دوری میکنن. این صفات را، این ویژگی ها را باید ببینیم. آیا مایی که مدعی تشیع و پیروی اهل بیت عصمت و طهارت را داریم، آیا در ما هست یا نه؟ من خودم را میگم، واقعا وجدان خودمان را قاضی قرار بدیم، باید تلاش کنیم که این صفات را در خود ایجاد کنیم، این خصوصیت را در این خصوصیت ها را در خود ایجاد کنیم، تا شیعه واقعی ائمه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام باش. و اما مطلب دیگری که قابل یادآوری است اینه که ما متاسفانه در این یک دو روز اخیر انفجار خونین و حمله انتحاری در ولایت بدخشان را داشتیم. مدتی بود که از حملات و انفجارها و انتحارها خبری به گوش ما نرسیده بود و خوشحال بودیم از این که انشاءالله که ریشه ترورستان از این وطن کنده شده است، ریشه شان قطع شده است و امنیت کامل انشاءالله در حال برقراری است. ولی این حمله انتحاری نشان داد که باید مسئولین امنیتی ما و حاکمیت فعلی ما متوجه خطرها باشه و برای امنیت هموطنان ما و مردم ما نهایت سعی و تلاش را باید بکنند و از همکاری همه مردم، همه دلسوزان این وطن، حاکمیت فعلی باید استفاده بکنه. همه این مردمی که در این وطن با همه سختی هایش ماندن و میمانن و محبت وطن را دارن و پناهنده کشورهای دیگر نشده اند و نمیشون، اینها دلسوز وطن، اینها محب وطن، اینها عزت وطن خود را، امنیت وطن خود را، رفاه هموطنان خود را میخواهند. از اینها باید همکاری خواسته شد.
و برای ایجاد نظم و امنیت همه باید دست به دست همدیگر بدهند تا اینکه انشاءالله امنیت در این کشور 100% بشه. و مشکلات فراوانی که از ناحیه ناامنی‌های زیاد در این کشور و جنگ‌های طولانی و نزاع‌ها و اختلاف‌ها و کشمکش‌های طولانی در این کشور به وجود آمده است، از این فضای جدید، حاکمان جدید، زمامداران جدید باید استفاده کنند. امروز روز تاریخی است، سرنوشت ساز است. اکثر مسئولیت ها به حاکمان ما و زمامداران ما برمیگردد. اگر اونها خوب استفاده کنند، اگر اونها برای ایجاد عدالت تلاش کنند، اگر اونها تلاش کنند که هر پست را به کسی که لیاقت و شایستگی اون پست را دارد به او واگذار بشود، از هر قشری از این وطن که باشد و از هر قوم و قبیله و از هر سمتی که باشه و از هر زبانی که باشه، اگر اعتماد شود و اطمینان شود و همه با محبت با هم دیگر دست همکاری بدهند و همکاری کنند، این وطن آباد میشه، مشکلات مرتفع میشه. امسال متاسفانه که خوشسالی هم تا الان هم روشنه که خوشسالی است، قحطی است، بیکاری است، گرفتاری های گوناگون برای این مردم است. خصوصاً اطفال عزیز ما وقتی در هر چهارراهی، پیش هر دکانی، پیش هر نانوایی لحظه توقف کنید، تعدادی از اطفال و زنان و مردان نیازمند مراجعه میکنه و دست گدایی دراز میکنه. اینا مشکلات بزرگ است، مسئولیت بزرگ را و مهم را در قبال همه این مشکلات حاکمان فعلی ما دارند. برای حل معضل بیکاری، برای حل مشکلات قحطی و خشکسالی باید متوجه مردم باشه و این مشکلات را، راه های حلش را باید جستجو بکنه. برای جلب و جذب کمک های کسانی که توانمندی برای کمک و همکاری دارند، یا کشورهای و مؤسسات خیریه که کمک میکنند، حاکمیت ما باید تلاش کنه. ولی اونها مقطعی است، اونی که کار اساسی است و این مشکل را ریشه کن میکنند و حل اساسی، حل راه حل اساسی مشکل ماست، او عبارت است از اینکه همه مردم دست به دست همدیگر بدهند. همه مردم در کنار همدیگر، برادروار، اونچه که دین مقدس اسلام دستور میدهد، همه در کنار همدیگر قرار بگیرند، هم برای ایجاد نظم و امنیت و هم حاکمان ما برای فراهم کردن زمینه های شغل و کار برای مردم ما. امروز که اطفال ما و کودکان ما باید درس بخوانند و مکتب بخوانند، اینها آینده سازان کشور ما هستند، متاسفانه میبینیم که خیلی از این اطفال و کودکان سرگردان کوچه ها و سرک هاست، دنبال یک لقمه نان است که اون هم به زحمت و به سختی ممکن است گر بیاید و گاهی هم ممکن است گر نیاید. در آینده این تعداد زیادی از اطفال با این عقده‌مندی که با این زحمت و رنج و مشقت و سختی در این جامعه زندگی میکنه، آینده اینها چی میشه؟ عقده های اینها چی میشه؟ سرنوشت جامعه ما در آینده که به دست این همه اطفال عقده‌مند قرار میگیره چی میشه؟ آیا این نزاع‌ها و کشمکش‌ها و اختلاف‌ها ادامه پیدا میکنه یا اینکه نه؟ به طور طبیعی است که بله، ادامه پیدا میکنه. اگر ما امروز متوجه اطفال خود، کودکان خود، متوجه تحصیل اونها، تربیت اونها نباشیم و اگر ما امروز
روح و روان آنها را درست آماده نکنیم، تربیت نکنیم، آینده ما هم آینده ناروشنی خواهد بود، بلکه از جهت بدی روشن خواهد بود، آینده خراب در انتظار این مردم خواهد بود. لذا باید متوجه کودکان، اطفال هم باشن که بیشتر این مسئولیت ها به حاکمان و زمامداران ما برمیگردد، که هم در قسمت امنیت و هم در قسمت حل معضل بیکاری باید تلاش کنند. پروردگار و اسلام و مسلمین را نصرت و عزت عنایت بفرما. پروردگار را توفیق اطاعت و بندگی برای همه ما عنایت بفرما. پروردگار اموات همه مؤمنین و مؤمنات و جمع حاضر را غریق دریای رحمت خیش بفرما. پروردگار قلب مقدس آقای ما، مولای ما، ولی عصر را از همه ما راضی و خوشنود قرار بده. پروردگار این چشمان ناقابل ما را به جمال انور اون حضرت منور بفرما. بالنبی و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.